اون چیزی که به نظرم میرسه در 1400 باید مبنا قرار بگیره اینه که ما چگونه میتوانیم از دستاوردهای دولت‌های گذشته برای بهبود عملکرد دولت آتی استفاده کنیم. من فکر میکنم محور فرمایشات مقام معظم رهبری در این خصوص، یعنی صحبت‌های مراجعه بزنید با محوریت فرمایشات رهبر معظم حالا یک مبنای منطقی و کارشناسی و علمی پیدا میکنه. از آقا در زمان تغییر تحولات دولت 11 که قرار بود دولت فعلی مستقر بشه، در اونجا مطرح کردن که شما نقاط قوت دولت قبل رو، دولت آقای احمدی نژاد رو با دکتر روحانی مطرح کرد، نقاط قوتش رو بگیرید، کار کنید، تقویت کنید، نقاط ضعف هم شما پوشش بدید، یعنی اون نقاط ضعف رو شناسایی کنه. پس بنابراین اگر ما به این اعتقاد داشته باشیم که هر دولتی یه نقاط قوتی داره یه نقاط ضعف، بهترین تصمیم برای دولت آینده این است که مجموعه نقاط قوت دولت‌های قبل چه چیزایی بوده از نگاه مردم، از نگاه کارشناسان، از نگاه متخصصین در حوزه‌های مختلف، و نقاط ضعفش هم چی بوده، یعنی طبیعتاً با این نگاه میتونیم برسیم. دولت آینده اگر دولتی باشه که رو ابعاد پایه‌های تخصصی و علمی حوزه آسیب شناسی عملکرد دولت‌های گذشته کار بکنه و اعتقاد داشته باشه با رویکرد علمی و تخصصی بدون نگاه سیاسی و جنایی با این ادبیات میتواند با فائق آمدن بر نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت مسیری دنبال بکنه که خروجی اون بتواند کارایی بیشتر نظام جمهوری اسلامی باشه، حتما میتونه دولت موفق و دولت اثرگذاری باشه. خدمتتون که اگر بخواین در واقع عوامل مشترکی رو برای ناکارآمدی از دولت‌ها در واقع بیابیم، به نظرتون این امکان وجود داره؟ بله، محورهایی داریم میتونیم بگیم. یک نگاه سیاسی، شاید یکی از مهمترین مؤلفه های ناکارآمدی این هست که جنس رفتار در تصمیمات دولت گره میخوره با نگاه سیاسی، یعنی که اگر در این نگاه سیاسی و حزبی تصمیمی اتخاذ بشه که مبنای علمی، تخصصی و حتی شهری نداره، این حوزه سیاسی، این حوزه تصمیم گیری اثر منفی میذاره بر عملکردی که در ارتباط با فعالیت های دولت هست و طبیعتاً خروجی اون اقدام، خروجی اقدام منطقی نخواهد بود. دوم، اتکا به نیروهای غیر متخصص در حوزه تصمیم گیری هست که طبیعتاً این هم، یعنی فارغ از بحث فضای سیاسی و حزبی، موضوعات قبیله گرایی، گروه گرایی و مجموعه هایی که معمولاً پیرامونی اتفاق میافته، این بعضی وقتا صدمات زنگینی زده به اون تصمیمات و ماموریت هایی که دولت در بخش های مختلف میخواست دنبال بکنه. خیلی وقتا بوده ما بررسی میکردیم، میبینیم یه فردی که هیچ گونه تخصصی در یه حوزه‌ای که ماموریت اصلیش مثلا اون تخصص لازم بوده نداشته، ولی منصوب شده، بعد هم عملکردش دچار چالش کرده، هزینه سنگینی هم به نظام وارد کرده، دورش هم تمام شده بدون اینکه اصلا اساسا پاسخگو باشه. پس بنابراین رویکرد دوم عدم استفاده از نیروی متخصص است که این واقعا نقطه مشترک دولت هاست. حالا در یه دولت در حوزه اقتصادی اتفاق افتاده، در حوزه سیاسی اتفاق افتاده. نکته سوم که به نظرم خیلی مهمه، به جز رویکرد تخصصی، استفاده از نیروهایی که دل در گرو به انقلاب و نظام دارن. خیلی وقتا ما صدمه که دیدیم از افرادی بوده که مبانی که امام، رهبری، شهدا برای انقلاب ترسیم کردن رو از بن دندان بهش اعتقاد نداشتن، معتقد قلبی نبودن، یا لسانی یا به صورت حالا فرمایشی یا رو دربایستی اینجور چیزی رو بگیری میکردن. لذا در جایی که هنر تصمیم گیری این بوده که پای اصلی ترین مواضع انقلاب بیستن، اینا در تصمیم گیریشون هم اعمال بکنن، این کار رو نکردن. لذا عدم تعهد لازم در حوزه سیاست ها و راهبردها و تصمیماتی که در حوزه سیاست ها باید اتخاذ میشده یکی از چالشی ترین موضوعاتی بوده که در دولت های مشترک وجود داره. نمونه هاش هم هستن از دولت هایی که ادعای امام رهبری داشتن که الان بعضی از اونها در خارج از کشور هم وزراشون پناهنده شدن به دولت های اروپایی، و افراد دیگه در دولت های دیگه هم بودن که باز الان به نظر میرسد امروزی جایگاهی در بین مردم ندارن، گرچه اینها با روی کرده های مثلا انقلابی و ارزشی و ولایی مسئولیت داشتن. پس بنابراین عدم اعتقاد به مبانی انقلاب، نظام، رهبری، شهدا، اینها شاید این مؤلفه های مهم بودی که آسیب رسونده
افرادی که به ویژه در رأس بودن و تصمیمات مدیریت‌های اصلی و میانی کشور رو می‌گرفتن که بسیار حائز اهمیت. نکته بعدی هم که بسیار حائز اهمیت موجب ایجاد چالش و ناکارآمدی شده، اون نگاه و رویکرد توسعه‌ای که در کشور مبنای عمل باید قرار بگیره، اون نگاه و عمل کرده که در توسعه میتونست کمک بکنه به حوزه فعالیت‌های کشور، یه نگاه جامع باید باشه، نگاه جامعی که در اون اگر ما رشد اقتصادی رو مبنا قرار میدیم، عدالت اجتماعی رو هم کنارش ببینیم. رشد بدون عدالت اجتماعی در نظام اقتصادی لیبرال مطرح میشه، در نظام اقتصادی مبتنی بر شریعت اسلامی و فقه شیعی طبیعتاً انتظار اینه که ما اگر رشد اقتصادی داریم در کنارش ناعدالتی و یا به عبارت شاخصایی که در این حوزه مثل ضریب جیبی و امثال اینا هست، اون نابرابری رو برای جامعه به ترسیم نکشه. ما نگاهمون اینه که این نگاه جامعه هم یکی از چالش ها بود. لذا این محور و محوری مهمی است که اگر ما بخوایم بهش بپردازیم که اینها دلایلی بوده که تقریبا دولت ها وجه مشترک داشتن، البته عرض کردم در حوزه هایی به حوزه های دیگه فرق میکردن، در زمان هایی به زمان های دیگه فرق میکردن، و این نتایجش این شده که طبیعتاً بخشی از اون ناکارآمدی که شما ازش نام میبرید امروز گریبانگیر و دامنگیر نظام جمهوری اسلامی ایران شده، که حالا امروز سلامت همش در حوزه اقتصادی بیشتر خودشو نشون میده که بحث‌های معیشتی و بحث‌های اقتصادی است و براش هم راه کار است. این مشکلات اقتصادی و معیشتی حالا الان شدت گرفته ولی همیشه وجود داشته، شاید یکی از در واقع مسائلی باشه که همه دولت‌ها در واقع در حلش درصدی ناکارآمدی داشتن، به قول شما یه عده در این موفق‌تر بودن یه عده ناموفق‌تر، اما به هر حال موفقیت کاملی در بعد اقتصادی ما هیچ وقت نداشتیم. چرا این به نظر شما اینکه دولت‌ها در حوزه اقتصادی نتونستن کارآمد باشن و موفق عمل کنن یا حداقل رضایت مردم رو به نوعی جلب بکنن دلیلش؟ ببینید البته ما ادوار دوران انقلاب رو خب باید متفاوت ببینیم. یه دوران جنگ طبیعتاً، خب شرایط جنگ طبیعتاً حفظ کشور اولاست، اصلا مبنا رشد توسعه اقتصادی نیست، اینکه ما بتونیم کشور رو سر پا نگه داریم در مقابل دشمن بتونیم مقاومت کنیم بیسته. خب اون دوران جنگ، پس از جنگ اولویت سراغ این میره که طبیعتاً شما بتونید آنچه را به عنوان یک وضعیت به جا مانده از دوران 8 سال جنگ بعد اداره بکنید، اون خرابی ها و ویرانی هایی که به شکلی در جریان جنگ برای کشور اتفاق افتاده که زیر ساخت های کشور رو هدف قرار داده. خب طبیعتاً دولتی که پس از جنگ میاد یه اولویتی میگیره در حوزه اقتصادی که بره سراغ زیر ساخت ها. هرچی که جلوتر میایم میرسیم سراغ یه سری برنامه توسعه که به نظر من اینجا خیلی مهمه. بیشترین و یا مهمترین و یا اصلی ترین ظرفیتی که دولت های اخیر ما داشتن در دولت آقای احمدی نژاد بوده برای اینکه بتونن روند برنامه‌ریزی در حوزه اقتصادی کشور رو ساماندهی بکنن، یه اتکا به توانمندی‌های اقتصادی ایجاد بکنن، و بعد از اونم در دولت آقای روحانی در 8 ساله دولت آقای احمدی نژاد و تقریبا در 7 سال و نیمی که حالا پشت سر گذاشتیم دولت آقای دکتر روحانی، اینا بعد از اون به عبارتی دورهای اول و دورهای جنگ و دوران فلان شاید بیشترین موقعیت داشتن و بیشترین فرصت داشتن برای اینکه بتونن در حوزه اقتصادی کار کنن. اگه چالش‌های این حوزه رو بخوایم بر بشماریم که چرا اینا موفق نشدن، سوال شما اینه که چرا اینا موفقیتشون اینجوری بوده، یه بخش برمی‌گرده به عوامل بیرونی. عوامل بیرونی ما عمدتا تحریم‌ها هستن، عوامل ناشی از شرایط اقتصاد جهانی و منطقه‌ای هست مثل سیکل‌های رکود و رونق در دنیا هست، عوامل خاص هست مثل بحث کرونا و امثال ایناست، طبیعتاً در حوزه بحث مثلا کرونا اتفاقی که اخیراً افتاد و شرایطی که پیش اومد اقتصاد جهانی تحت تاثیر خودش قرار داد، بنابراین این اتفاق در این حوزه رقم خورد و مجموعه از عوامل دیگه، پس عوامل منطقه‌ای، عوامل جهانی و تحریم ها، اینا عوام بیرونی هستن، مجموع اینا رو میگیم عوام، اینا که روی اقتصاد رو اثر گذار بودن و هستن. بخش هم عوامل درونی در داخل اقتصاد کشور ما هستن که این عوامل درونی برمیگرده به چند محور، مثلا موضوع بحث کسب و کار در اقتصاد کشوره، فضای کسب و کار در اقتصاد کشوره، موضوع بحث وضعیت بودجه در نظام اقتصادی است، وضعیت نظام بانکی، ناترازی نظام بانکی در حوزه اقتصادی است، موضوع سرفصل استراتژی توسعه در نظام اقتصادی ماست،
اگر با اینا رو همش کنار هم بچینیم، یه پکیجی میشه از عوامل درونی در داخل اقتصاد کشور که تقریبا اینها اگر مبنای تصمیم مقرر میگرفتن به جهت نگاه به درون، بخشی از عوامل بیرونی هم تحت تأثیر این تقویتی که در درون این محور رو صورت میگرفت شاید به کمترین حد خودش میرسید. این فساد به نظر شما چقدر دخیل هست در ناکارآمدی دولت، حالا چه در بعد اقتصادی و چه در امراض دیگه؟ طبیعتاً یه بخشی از فضای کشور به دلیل عدم هم اجرای قوانین مقررات منجر به پدیده تحت اون فساد هم میشه، طبیعتاً اتفاق میفته. که اون که الان دستگاه نظارتی هر چند وقتی دفعه شما دیدین اعلام میکنن، گزارش میدن، از وزارت اطلاعات در خود دولت گرفته تا دستگاه مثل بازرسی، دیوان محاسبات، که اینا دستگاه نظارتی مجلس و مثلا مجموعه دیگه هستن. البته یه بخشی از پدیده و بروز فساد هم در حوزه تحریم هست. وقتی تحریم در کشوری وجود میاد، اون زیرساخت شفافیت اطلاعات تحت تاثیر قرار میده. شما نمیتوانی به روش متداول تجارت انجام بدی، نقل انتقال پول انجام بدی، بازرگانی خارجی رو پیگیری کنی. یه بخشی که الان ما اعتراض داریم به کشور خارجی و یه پارادوکسه بین اون چیزی که تعهداتی است که دیدی بعضا میگن شما به FATF نپیوستید، چرا در FATF همکاری نمیکنید؟ ما میگیم این پارادوکسه. FATF یعنی چی؟ یعنی شفافیت اطلاعات اقتصادی کشورها. وقتی کشوری تحریمه نمیتونه مبادلات اقتصادی انجام بده، مجبور به روش‌های دیگه بیاد، غذای کشورش، داروی کشورش که اینا حق مسلمه کشوره، از اینها بگیره محرومش میکنید، خب طبیعتاً به روش‌های غیر مستقیم باید بره اقدام کنه، نمیتونه که متوقف باشه. اینا مغایر با اون چیزی که شما، یعنی کشورهایی که ادعا میکنن در بحث شفافیت اطلاعات. بله، حوزه تحریم هم یه بستر بروزه، یه بستر بروز به عبارتی تخلفات اقتصادی است که بعضی تخلفات هم منجر به فساد هم میشه. برابر این حتما این یک بستره. هرچه ما از این فضای تحریم خارج بشیم، یکی از مزیتاش، حالا مزیتای دیگه هم داره برای اقتصاد کشور، یکی از مزیتاش اینه که شما اثر اون رو در شفافیت اطلاعات اقتصادی بدید. اگر بتوانیم در زمان تصمیم گیری در 1400 که اولین انتخابات ماست که خیلی مهمه برای ما، بتوانیم اینو برای مردم مخصوصا شورستان‌ها میتونه جا بندازیم که فردی که میخواد بیاد بعد بگه چه تیمهایی با چه طیفی با چه افرادی میتونه کنار خودش قرار بده، که بعدا از این ظرفیت مردم بتونن فضای فکری اون رئیس جمهور رو و اندیشه های اون رو هم بیشتر پی ببرن و بدونن افرادی که باش کار میکنن کیا هستن با چه روشی. این چند منطقی تر باشه. پس اولی مطالبه مردم این باشه که کسی که میخواد بیاد کاندید رئیس جمهوری بشه بگه من گروهم، طیفم، جریانم، آدمای کلیدیم کیا هستن که میخوان با من همکاری کنن و با چه برنامه، با چه اهداف. این قابل باشه. نکته بعدی که به نظرم خیلی مهمه در این حوزه، حتما رئیس جمهور باید برنامه خودش رو ارائه بکنه، نه این چیزی که به صورت یه جزوه چی میگن متعارف که چیز چاپ میکنن، میگن رئیس جمهور برنامه‌اش در توسعه اینه، افزایش سهم تولید صادراتی، اینا جمله است، اینا نیست. باید بگه من بعد رئیس جمهور بگه من در حوزه مسائل اقتصادی، در حوزه بحث مثلا فرض کن تعاملات بودجه ای، اینها رو الان وضعیت موجود تحویل میگیرم، بعد از 4 سال با این شاخص ها تحویل میدم. شاخص بعد میاره بگه سهم مالیات رو در کجا به چه عددی با چه روشی میرسونم، برنامه بده با چه مکانیزمی. در حوزه اجتماعی شاخص‌ها رو بگه، در حوزه مسائل فرهنگی شاخص‌ها رو بگه، بهبود شاخص‌ها رو بگه، برنامه برای اینا داشته باشه. حتما باید مطالبه جدی مردم از کسی که میخواد بیاد وسط این باشه که یه اشراف رو برنامه‌هایی که میخواد فردا که رئیس جمهور شده اجرا کنه، یه اشراف داشته باشه و چقدر این برنامه‌ها منطبق است بر نگاه مردم، منطبق بر سیاست‌های رهبری، مطابق با اسناد بالادستی. اینم خیلی مهمه ارزیابی بشه که چه اتفاق، و بعد هم پاسخگو باشه. یعنی بعدم پاسخگو باشه. هر 3 ماه یک بار در خصوص رئیس جمهور قول بده به مردم، هر کی رئیس جمهور شد بگه هر 3 ماه یک بار من شاخصا که شما گفتم میام گزارش میدم، 6 ماه یک بار میام گزارش میدم، 1 سال یک بار میام گزارش میدم. یعنی مردم همزمان رصد کنن رئیس جمهورشون رو برای رسیدن به شاخصا که روز اول گفته، مطالبه گری کنن برای شاخصا گفته. افکار عمومی، رسانه‌ها خیلی خیلی مهمن، نخبگان، جامعه نخبگی کشور، اساتید دانشگاه. ما هر جا که اتکا کردیم به توانمندی‌های خودمون، هر جایی که به مبانی اصلی انقلاب روی آوردیم، هر جایی که برای رضای خدا تلاش کردیم و جهادی حرکت کردیم، موفقیت‌های نظام جمهوری اسلامی در کاهش و از بین بردن ناکارآمدی بسیار موفق.
نمونه بارز این حرکت شما اتفاقاتی است که در حوزه مدیریت جنگ‌های منطقه‌ای توسط سردار شهید اون آش قاسم سلیمانی انجام شد. آش قاسم یه نمونه بارز مدیریت جهادی مبتنی بر این نگاه بود که اگر این خصوصیات ویژگی‌ها بود شما ندارید کسی که نظامی باشه. نظامی اصلا جنسش خشنه، وقتی میگن این نظامیه، یعنی این خیلی انعطاف نداره، آدم خشکیه، این ویژگی‌های آدمای نظامیه در دنیا اینجوریه. ولی آدم نظامی جایی میرسه که تو دل همه مردم جا میگیره، تو دل کودک و بزرگ و اینها. چه اتفاقی میفته که یه مدیر میتواند اینجور باشه؟ یه مدیر عالی در حوزه نظامی که باید بره سخت‌ترین جنگ‌ها رو علیه دشمن، علیه دیگران که علیه اسلام و متفکر شیعی و جریان اسلامی در منطقه دارن میجنگن، بره اونجا وایسه تمام قد به جنگه، این محبوبیت پیدا میکنه؟ من فکر میکنم ما نمونه های عینی برای کارآمدسازی در انقلاب رو دیدیم و داریم. نمونه های عینیش رو دیدیم و داریم. لذا اگر بخوایم در حوزه‌های دیگه موفق بشیم، از این نمونه ها میتونیم الگو بگیریم. انقلاب اسلامی پر از این نمونه های موفق در زمان حیاتشون، یا در حالا زمانی که الان هستیم، بعضی ها توی شرایط هستن، حالا حتما همه شهید نشدن، هیچ هم زنده هستن، بنابراین وجود داره و هستن و این الگوها همون در کشور میتونن مبنا باشن. لذا جمهوری اسلامی رو میتونه با اتکا به همین روش ها و همین مبانی بخش عمده از مشکلات چالش های مثلا چالش های اقتصادیش پشت سر بگذاره و بتونه دهه پنجم انقلاب اسلامی رو به دهه اقتدار اقتصادی تبدیل کنه. نظر ما شدنی است. هم ظرفیت های درونی میگه، هم وجود نیروهای انسانی میگه، هم الگوهایی که در بخش های دیگه داشتیم. بنابراین وقتی میتونیم در یه عرصه میدانی مثل جنگ منطقه‌ای که خیلی هم سخت بوده، از جنگ اقتصادی سخت‌تره، موفق باشیم، قطعا در جنگ اقتصادی هم بوده.